درود بر شما. سوم آبان ماه 1398 خورشیدی و 25 اکتبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به فرزند کشی در حکومت جمهوری اسلامی. مسئولان حکومتی، آخوندای حکومتی یا روحانیون حکومتی به ویژه و سران سپاه، هر کدوم که یا حکم اعدام بچه هاشونو دادن یا چشمشونو بستن بر واقعیت قتل سیاسی بچه هاشون. به یه تعدادشون میپردازیم. پرده آخرم البته آخر برنامه. فرزند کشی در حکومت جمهوری اسلامی از همون روزای اول انقلاب و از رأس هرم قدرت شروع شد. شخص اول مملکت، همه هم با افتخار به عنوان پس دادن درسی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفتن، بعدن بچه هاشون رو انداختن تو آتیش. فقط چون هم فکر و همراه باباهاشون نبودن. اول بزنیم اون درس خمینی رو که همه بهش استناد و افتخار میکنن بگم، تا بعد یکی یکی بریم سراغ این قاتلان فرزند. روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 10 شهریور ماه سال 78 در صفحه 13 به نقل از سید حمید روحانی از نزدیکان امام خمینی نوشت: در سال 59 آقای سید حسین خمینی که نوه امام بود، در زمانی که اختلافات بین بنی صدر و شهید رجایی تشدید شده بود، آقای سید حسین خمینی می رود در مشهد به نفع بنی صدر سخنرانی می کند. مردم به او حمله می آورند و می خواستند سید حسین خمینی را بزنند و ایشان که مسلح بوده، سلاح کمری داشته، دست به سلاح کمریش می برد. بچه های کمیته جلوی او را می گیرند، می برندش در یک اتاق دیگر. از همانجا مسئولین کمیته تماس می گیرند با دفتر امام. حزب الله و چماقدارا می ریزن که بزننشون، هم اسلحه می کشه که جونشون نجات بده. حالا بقیهش از صف. حالا من یه خاطره ای رو از بعضی دوستان شنیدم که اون خیلی اصلا فوق طاقت فهم ما هاست، که برای امام خبر میاد که در مشهد ایشون مثلا از او کمیته رفتن گرفتنش، اسلحه کشیده رو بچه های کمیته. امام خیلی عصبانی میشن. نه، امام اسلحه کشیده. بله، همون آقای سید حسین. به مرحوم آقای اشراقی میگن به بچه های کمیته بگید ایشون دستگیر بکنن، تحت الحرس بفرستن تهران. و بعد ادامهش این که اگر البته هر راوی که اگر باز خواست مرتکب اون خطا بشه و دست به اسلحه ببره، متقابل، عمل متقابل علیهش انجام بده. نرمه خودش یه سو بزننش دیگه، با تیر بزننش. بله، افتخار از این بزرگتر نیست. ذوقی میکردن این هر دوتا. حالا بگذاریم بابا. حسین خمینی برها روشنه که قصر در میره از کشته شدن، و بعد طبق دستور بابا بزرگش امام خمینی میره قم بی سر و صدا و تو سیاست حاکم به طور علنی دست کم دخالت نمی کنه. باباش میگه تو این بازی های سیاسی دخالت نکن. نامه می نویسه، نامش منتشر می شه. حسین خمینی تا سال 1382 بعد از حمله آمریکا به عراق، حسین خمینی میره بغداد علیه جمهوری اسلامی و به گفته خودش برای جدایی دین از حکومت خیلی پر سر و صدا فعالیت میکنه، چند تا مصاحبه میکنه با نشریات عربی و آمریکایی، به آمریکا سفر میکنه، الگوی حکومت رو نظام حکومتی آمریکا معرفی میکنه. و دو سال بعد، سال 1384 برمیگرده ایران و تو ایران بی سر و صدا میذارنش در حبس خانگی، که البته خیلی هم سفت و سخت نبوده این حبس خانگی، چون عکس هایی هست از 84 به بعد حسین خمینی که با
خانوادش و اینا این برانور هست و حتی یک سال کمتر از یک سال بعد از برگشتنش به ایران یعنی در خرداد 1385 به مناسبت 17 سالگشت در گذشت آیت الله خمینی با وبسایت العربیه مصاحبه میکنه و میگه این حکومت یک دیکتاتوری مذهبی است که همه جوانب زندگی مردم را کنترل میکند. آزادی از قید حکومت جمهوری اسلامی باید از هر راهی وارد ایران شود، چه از طریق تحولات داخلی چه خارجی. یعنی از حتی دخالت خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی حمایت میکنه. کسی البته حتی این مصاحبه که منتشر میشه کاری بهش چندان نداره. بعدن معلوم میشه که برادرزادش پسر احمد خمینی یعنی سید حسن خمینیه که جمع و جورش میکنه در واقع و حتی بعد از انتخابات سال 88 برش میداره همراه بقیه داداشاش، میبرتش پیش مراجع قوم و خیلی هم پرسر و صدا با عکس و تفصیلات نوشتن رفتن پیش آیت الله صافی و از این حرفا. حسین خمینی میشه عموی حسن خمینی دیگه. حسین پسر مصطفی خمینی است که مصطفی خمینی یک سال قبل از انقلاب 57 در نجف مرد. مصطفی و احمد پسرای خمینی بودن دیگه، مصطفی پسر بزرگه بود و احمد پسر کوچیکه. حسن خمینی یکی از پسرای احمد خمینی است، پسر بزرگش. حالا جالب اینجاست که سفار هرندی احمدی نژاد همونجا که داره درباره حسین خمینی صحبت میکنه اون تیکه که شنیدین در ادامه شکر میکنه که نماد و نمود بیت امام خمینی به اصطلاح سید احمد شد، نه فرزند ناخلف مصطفی یعنی همین سید حسین که صحبتش شد. ما خدا رو شکر کردیم وقتی دیدیم که اون کسی که عهده‌دار بیت کارای بیت شریف حضرت امام مرحوم حاج احمد آقاست، کسی که انصافا باید همه شهادت بدن به این که حق مطلب رو در صداقت و در امانت و در پاک دستی و در ابراز علاقه بی‌مزد و منت نسبت به پدرش که محبوب دلهای همه مسلمان ها و انقلابیون بود اینا رو انجام داد و هیچ بهره‌ای هم از این دنیا برای خودش تمنا نکرد. تقاضا کرد نذاشتن بهره‌ای ببره. باید به سید احمد مختصری بپردازیم. سید احمد همه جا نماینده و کارگزار باباش بود، حتی در جنگ. هاشمی رفسنجانی میگه در دوران جنگ گاهی نیمه شب صبح زود از طریق تلفن یا رفتن به آنجا با آمدن حاج احمد آقا به منزل ما، چون منزل ما مجاور منزل امام بود، مسائل مهمی را حل میکردیم. چه من در مجلس بودم، چه در وزارت کشور بودم و چه در فرماندهی جنگ. میر حسین موسوی هم که 8 سال نخست وزیر بود از 60 تا 68 میگه تقریبا در همه دیدارهاش با خمینی سید احمد هم حضور داشت و سازمانده همه امور مربوط به امام خمینی بود. این موقعیت استثنایی تنها فرزند پسر پیشوای مذهبی سیاسی که برای طرفداراش یک آدم مقدس، یک امام مقدسه، به احمد خمینی عملا قدرت فرد دوم مملکت رو داده بود. گرچه سید احمد و توی اون موقعیتی که بوده اختلافهای بعضی ها باهاش می داشتن، ولی حالا در ادامه خواهم گفت که مثلا نمیتونن جیک بزنن. و مختصر عرض کنم که گرچه خود سید احمد و پدرش نمی کشه، ولی پسرش سید حسن خمینی چشم می بنده بر قتل سید احمد. من چون اینو گفتم به خاطر اینکه قرار است من تو این برنامه از پدرهای فرزند کش بگم. اینجا احمد پسر خمینی است، خمینی احمد رو نمی کشه، ولی احمد به دست کسانی کشته می شود در حکومت، به قتل می رسه و پسر احمد چشمشو می بنده، یعنی سید حسن خمینی چشمشو می بنده به قتل پدرش. داستان به این صورت است که
مسیر رهبر شدن علی خامنه ای در واقع نخستین ایستگاهش حذف آیت الله منتظری بود که احمد خمینی توش نقش تعیین کننده داشت. مختصر عرض کنم، احمد منتظری میگوید در تاریخ 18/2/68 نامه ای را آیت الله منتظری نوشتند که من احمد منتظری به همراه آقای دوری نجف آبادی که آن زمان مسئول دفتر بودند رفتیم که نامه را برسانیم. گفتند که حال امام خوب نیست و امکان ملاقات نیست. حاج احمد آقا نامه را گرفت ولی اجازه ملاقات نداد. آقای دوری به حاج احمد آقا گفت که دیگر آیت الله منتظری قائم مقام رهبری نیست. خب ولی این فضاحتی که روزنامه ها درست کرده اند در این باره کل روحانیت را خراب می کند. حاج احمد آقا در جواب گفت ببین آقای دوری، بالاخره آقای منتظری گفته که امام زنهای بچه دار را اعدام کرده است. حالا ما باید بگوییم کسی که این حرف را زده یک مجتهد جامعه و شرایط است یا یک ضد انقلاب. به گفته احمد منتظری، روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین قم از عزل آیت الله منتظری حمایت نکردند، اما مجمع روحانیون مبارز بیانیه تندی دادند که الفاظ زشتی هم در آن به کار بردند. نامه حصر آیت الله منتظری را آقای محمد خاتمی امضا کرده بودند و در این باره دستور داده بودند. حصر آیت الله منتظری از قدرت ایستگاه اول بود. ایستگاه دوم این مسیر رو اجازه بدید از دکتر مهدی خزعلی بشنویم که سالها پیش در این باره باهاشون صحبت کردیم تو همین برنامه. این چیزی رو که دارن میگن آقای خزعلی درباره فردای شب درگذشت آیت الله خمینی است. رادیوهای خارجی خبر رحلت رو اعلام میکنن و بعد هم رادیو خودمون اعلام میکنه با اون پیام قرائت پیامی که انجام شد. بعد یک جلسه ای هست بین این سه بزرگوار، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی و آیه سید احمد آقای خمینی، و اینجا تصمیم اساسی گرفته می شود که در وضعیتی که هست بهترین گزینه آیت الله خامنه ای است و روی این باید کار بشه. و یه شرطی هم هست که در کارها ایشون با این دو بزرگوار مشورت کنند. خب بعدم که اون جلسه معروف مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه و رفسنجانی از قول خمینی خامنه‌ای رو رهبر اعلام میکنه و بقیه هم رأی میدن دیگه. حالا یادآوری این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. فردای همین جلسه ای که الان فیلمش رو دیدین و رأی میده مجلس خبرگان مثلا به خامنه‌ای که خب احمد خمینی میره با خامنه‌ای به اصطلاح بیعت میکنه، قرارشونه دیگه. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواهر حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدند و دیدند پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. کاملا همه چیز حساب شده. انصافا آدم هر بار مرور میکنه بیشتر میفهمه که این آخوند ذاتن چقدر حق بازه. حساب شده تا اینجا میاد، اما خیلی زود این مثلث از پیش تعیین شده به هم میریزه، یه ضلعش باید کنده بشه. چرا؟ سید احمد خمینی در بدنه نظام خیلی نفوذ داشت به دلایل روشن که یکم اشاره کردم دیگه. پدر مقدس، نمیدونم، پدر امام خمینی، خودش از همه چیز اطلاع داشت، تو همه کارا به جای خمینی
تصمیم میگرفت حتی و همه به هر حال مجبور بودن ازش اطاعت بکنن. باری خیلی نفوذ داشت، در این حال مخالفت هاشو با دولت رفسنجانی و البته با رهبری خامنه ای علنی کرده بود. چرا مخالفت؟ چون کنارش گذاشته بودن، هیچ کاره شده بود و این با نفوذی که داشت به هر حال میتونست یک بحران اساسی ایجاد بکنه. ترس از این نفوذ رو خیلی راحت همون موقع تو خاطرات علی لاریجانی میشه دید، تو دهه 70 میگوید علی لاریجانی اون موقع رئیس وقت صدا و سیما بود که در روزنامه جامع جم خاطراتش منتشر میشد، دو سه برشش رو من میخونم. 5 مهر 1373، حدود 6 ماه قبل از مرگ احمد خمینی، در اخبار داخلی موضع‌گیری و انتقاد شدید اللحن حجت الاسلام آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده داشت. 6 مهر 1373، عصر در جلسه هیئت دولت شرکت کردم. هاشمی رفسنجانی قدری گرفته به نظر می‌رسید. هاشمی رفسنجانی اون موقع رئیس جمهور بود. احتمال می‌دهم به دلیل نوع موضع‌گیری هایی که این روزها برخی شخصیت‌ها و روزنامه‌ها در برنامه و کارنامه دولت داشتند خوشحال نیست. در حاشیه جلسه دولت هم چند نفر از وزرا به این مطلب اشاره کردند که نشان می‌داد تا حدی مسئله فراگیرتر است. به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه سخنان را مانع توسعه کشور دانست. حرف‌های احمد خمینی رو مانع توسعه کشور. رفسنجانی و خامنه‌ای و کل دم و دستگاه اطلاعات تحت امرشون رفتن تو برنامه حذف کردن سید احمد، چون اولا سید احمد دیگه کاری نبود، 4 سال از رهبری خامنه‌ای گذشته بود و سعی کرده بودن کاملا دستش رو از همه جا کوتاه کنن. ثانیاً به قول خودشون بهش رکب زده بودن. ثانیاً خود او در مقابله با این وضعیت که میدید انتظارش از متحدین قدیم نداشت، علیهشون حرف میزد. بمونه 19 مهر 73، در مورد مسئله گرانی و بحث‌های مربوط به آن قوقای از موضع‌گیری است. اینا حرفای باز خاطرات خود لاریجان است. میگه در مورد مسئله گرانی و بحث‌های مربوط به آن قوقای از موضع‌گیری است، اما در این میان مواضع حاج سید احمد آقا در دیدار مسئولان امنیت داخلی وزارت اطلاعات از سنخ دیگری است. مواضع حاج سید احمد آقا به دلیل جایگاه ایشان تاثیرگذاری زیادی در کشور ما مسئولان دولتی دارد. بعد از اینه که بنا به اعتراف سعید امامی که از هر من الشمس است که کیست، اینقدر روشن اسمش، احمد خمینی رو میکشن. در جلد 16 پرونده، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای صفحه 384 که این صفحه شو دارین میبینین، پرونده باجوی سعید امامی میگوید وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعدن حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین یعنی موقع خامنه ای خصومت می کنند رحم کرد. سید حسن خمینی پسر سید احمد اون موقع چند سالش بود؟ سید حسن متولد 51 همون لبگلیه. سید احمد اسفند 73 به قتل می رسه، یعنی حاج حسن آقا موقع قتل پدرش 22 سالشه. میگیم اون موقع میترسید حرف بزنه و اصولا آدم حسابش نمیکردن و آدم ترسویی و خب، ولی از اون موقع 25 سال گذشته. سال 77 هم که سعید امامی اعتراف کرد که مأمور اجرای فتوای قتل سید احمد بوده، همینی که براتون خوندم. چرا بازم پسرش سید حسن خمینی سکوت کرد و سکوت میکنه؟ همه مردم سوال دارن، قاتلین حالا نگیم هرچی بریم جلو ادامه داره و آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره. به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام، چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من 1000 تا پیام داره، برای من 1000 پیام داره.
چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟ بله قتل ان دکتر غزالی میدونه چرا و نمیدونم تو اون دیدارش با حسن خمینی گفته است یا نه، ولی به هر حال منافع متولی قبر بابا بزرگش و همه متعلقاتش سید حسن، یعنی همه مصلای خمینی از پولای ذریح و نذرها گرفته تا که واقعا غیر قابل شمارشه، تا درآمد عجیب غریبی که از مراکز و اماکن تجاری مصلا و هتل و غیره و غیره و همه گیرش میاد، درآمدی که از تمام موقوفات امام خمینی، کی میتونه اینو حساب بکنه؟ درآمدی که از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی که واقعا یک اسم فقط و هر سال بالای 50 میلیارد تومان بودجه میگیره از دولت، حفظ نظام و حفظ خودش در این نظام دلیل دنبال نکردن موضوع قتل باباشه. حالا من نمیخوام بگم گور باباش، ولی مهم این است که چه چیزایی مانع میشود که اینا ذره ای در چارچوب زندگی خودشون انسانیت رعایت بکنن که نمیکنن، چه چیزایی باعث میشه که مطلق فراموش میشود همه چیز. یکم عقب‌تر برگردیم به همون سالهای اول انقلاب، آیت الله علی مشکینی که مرداد 86 مرد، اینا متاسفانه یکی یکی دارن میمیرن و نمیبینن که چگونه آزادی در مقابلشون خواهد ایستاد، به هر حال اینجوری وضع نمیمونه. مشکینی همون کسی است که اگه در دنیای آشنا با مدنیت زندگی میکرد پیش از هر چیز به جرم این که دختر 9 سالش رو به عقد ری شهری در آورد محاکمه میشد. ری شهری حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش، وزیر اطلاعات سالهای 63 تا 68، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، سرپرست حجاج ایرانی، اینا هم مسئولیتاش بوده و الان هم که نایب تولیه شابتالعظیمه که برنامه قبلا بارها گذاشتیم و چقدر اینا به جیب زدن و به انور رو مثلا گرفتن، مسلط شدن اون مؤسسه عظیم و اون واردات و نماینده مجلس خبرگان رهبری است الان. ایشون سال 46 1346 47 در 11 سال قبل از انقلاب یک سالی نجف بود، اون موقع 21 سالش بود. آیت الله علی مشکینی هم که از این بزرگتر نجف بوده، ری شهری میرفته خونه آیت الله مشکینی، همون موقع سر سفرش میشسته دیگه. آیت الله مشکینی دختری داشته که هنوز 9 سالش نشده بود. ری شهری در خاطراتش میگه خودم روم نمیشد خواستگاریش بکنم، یه واسطه پیدا کردم بهش گفتم از مشکینی، از آیت الله مشکینی بخواد دخترشو به من بده. از خاطراتش میخونم یه که خدمتتون. آقای مشکینی پس از چند روز پاسخ داد که استخاره کردم خوب آمد. پس از موافقت ایشان جریان را به خانواده هم در تهران نوشتم و از مادرم و عمه هم خواستم به قم بروند و سبیه ایشان را ببینند، یعنی دخترشون، احتمالا زن و بچه مشکینی اون موقع قم بودن. آنها رفتند و دیدند و پسندیدند و در پاسخ نامه من نوشتند خوب است ولی خیلی کوچک است. او در آن هنگام، ادامه خاطرات رو، او در آن هنگام تقریبا 9 ساله بود. قرار شد صیغه عقد جاری شود اما جشن ازدواج تا آمادگی یافتن وی به تأخیر افتاد، که بعد دختر مشکینی 11 سالش که اولین بچه‌شو باردار میشه به دنیا میاره. باردار میشه، نمیتونم به دنیا میای رایونه به هر حال. مشکینی هنوز دخترش 9 سالش نشده که میدادش به هیولایی به اسم ری شهری. شناخت از مشکینی فقط یه برش بود، تا همینجا بسه. همین حضرت آیت الله مشکینی
خوشحال میشه و ابراز عمومی میکنه خوشحالیشو وقتی بچه هاشو پاسدارا میگیرن. آیت الله مشکینی از خدمات کمیته ها تجلیل کرد. فرزندان آیت الله مشکینی دستگیر شدند. ایشون از خدمات کمیته ها تجلیل. آیت الله علی مشکینی در پی دستگیری فرزندانشان توسط یک از کمیته های انقلاب اسلامی نامه‌ای به عنوان سرپرست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران ارسال داشت. اون موقع سرپرست کمیته انقلاب اسلامی مهتدی کنی بود. در این نامه آمده است به قرار مسموع فرزندان این جانب به وسیله ماموران کمیته پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. برای من شنیدن این خبر به عنوان تلیعه عدالت در حکومت اسلامی مسرت بخش است و از کوشش و زحمات پاسداران انقلاب قدردانی میکنم فلان که آرمان شهدای اسلام در شرف تحقق است و عملا این مطلب را روشن کرد که در حکومت اسلامی برخلاف دیگر حکومت‌ها روابط نمی‌توانند مانع اجرای ضوابط باشد. من به زندگی در چنین جامعه و به چنین پاسدارانی افتخار می‌کنم و انتظار دارم در این مورد و در تمام حوادث دیگر برنامه اصیل و حیات آفرین اسلامی اجرا شود. فرزندان من بررسی کامل شوند و در صورت ثبوت جرم طبق مقررات اسلامی به کیفر خود برسند. چه جانوری ان اینا واقعا؟ من نمیدونم چند تا از بچه های مشکینی اسیر پاسدارا میشن و جایی هم قید نشده، ولی میدونم که اعدام میشن چون خبر اعدام فرزندان آیت الله مشکینی همون موقع همه جا پخش شد. یکی دیگه از این حضرات محمدی گیلانی است. آیت الله محمد محمدی گیلانی که از انقلاب به دستور امام ریاست که بعد از انقلاب به دستور امام ریاست دادگاه های انقلاب را به عهده گرفته بود در خرداد سال 1360 فرزندان خود را در جمع تعداد زیادی از منافقین میابد. من دارم از متن حکومت جمهوری اسلامی میخونم، یعنی هیچ کلمه‌ای را عوض نمی‌کنم. در خرداد سال 60 فرزندان خود را در جمع تعداد زیادی از منافقین می‌یابد که در بلواها و آشوبهای آن مقطع دستگیر شده بودند. آیت الله شخصا محاکمه فرزندان را انجام می‌دهند. محمد رضا سرشار پژوهشگر و نویسنده در سایت شخصی خود درباره آیت الله گیلانی می‌نویسد چنین مشهور بود که دو تن از پسرانش را به سبب فعالیت‌های ضد انقلابی شخصا به اعدام محکوم کرد و هنگامی که استنکاف مأموران تحت امر خود را از اجرای این حکم لابد از نظر خودشان مهیب دید برخاست تا به دست خود این حکم را اجرا کند و تنها در این هنگام بود که آن مأموران بناچار تن به اجرای این احکام دادند. نمیگم اون چه جانوری بود، این یکی بود. یکی دیگه از این حضرات حجت الاسلام حسنی معروف به ملا حسنی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه است که اونم اردیبهشت 97 مرد. حسنی در خشونت و جنایت مشهور بود، واقعا اطاعت مطلق از پیشوار و عین اطاعت از پیامبر اسلام میدونست. ای مؤمنین اطاعت کنید از خدا و اطیعوا الرسول و اطاعت کنید از رسول الله و اولو الامر منکم، اطاعت کنید از اولو الامر. اطاعت اولو الامر عین اطاعت رسول الله واجب. بذارین از خاطراتش بخونم، اینا حرفای خودشونه. پسر بزرگم رشید حسنی پس از پیروزی انقلاب به گروه سیاسی سازمان فدایان خلق پیوست و از سران آنها شد، به طوری که مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود. خیلی با او صحبت کردم تا در راهش تجدید نظر کند ولی نکرد. تصمیم گرفتم جلوی فعالیت‌های او را بگیرم. آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده بود، جایش را شناسایی کردم. در کمیته انقلاب تهران با آیت الله مهتدی کنی تماس گرفتم. مهتدی کنی رئیس کمیته ها بود و گفتم یک موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد.
نگفتم پسرم است. یکی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را هم همراه آنها کردم. او از بچه های کمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد رشید بزنید، نگذارید فرار کند، و اگر هم تسلیم شد دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتن و او را دستگیر کردند. رشید چند روزی در کمیته تهران بود، بعد برای بازجویی و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت هایش استان آذربایجان بود، در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید. حتی بعد از اعدام جنازه اش را هم به ما تحویل ندادند. گوش کنیم بقیه‌شو. میگه وقتی خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب به هیچ شخصی ولو پسرم باشد شوخی ندارم و با هیچ احدی در این مورد عقد و اخوت نبستم. هنوز هم اگر یکی از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبری خدای ناکرده فعالیت کند، همان کاری را خواهم کرد که با رشید کردم. اخیراً شنیدم قاضی پرونده رشید که داماد موسوی تبریزی است، شدیداً به فقر مالی و گرفتاری‌های دیگر مبتلا شده. دلم میخواهد او را پیدا میکردم و از مال و اندوخته های شرعی خودم به او کمک میکردم. اصلا در باورتون میگنجه همچین چیزایی؟ پسرش رو اعدام کرده طرف، غیر از اینکه میگه خوشحالم، میگه شنیدم الان در پیری افتاده به PC و کاش میتونستم پیداش کنم و دستشو میگرفتم بهش کمک میکردم. اینا کیان اینا که میرین به حکومتشون رأی میدین؟ خاک بر سر ما. واقعا واقعا همه ما که به نوعی گزارش حضور اینا رو در حکومت دادیم و همچنان داریم ادامه میدیم و همچنان اینا سوء استفاده میکنن از تمام آدمهایی که دوربرشونن و در پیرامونشونن و به اسم نمیدونم. بذاریم من کمتر از این حرف رو بزنم. ببینید سال 82 خبر آمد که حمیده حسنی دختر نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی خودسوزی کرد. این متن خبر بود. خودش آتیش زد و مرد. دختر ملا حسنی به چه دلیل؟ چی شد؟ پیشگیری چی نگفت؟ خود ملا حسنی هم خرداد 97 مرد. بعد وقتی مرد، رهبر معظم، همین پیشوا، همین آیت الله خامنه‌ای تسلیت فرستادند و سیمای جمهوری اسلامی هم این گزارشگراشون با صدای ملکوتیشون خوندن اینو. من برای اینکه خیلی اعصابتون خوردشه متنشو میخونم، اون صدای سیما رو پخش نمیکنم. متن تسلیت گوش کنید. میگه در گذشت نوشتند، هست آیت الله خامنه‌ای، در گذشت روحانی شجاع، فداکار و مجاهد جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ غلامرضا حسنی رحمت الله علیه را به خاندان محترم و علاقمندان آن مرحوم و به روحانیت معظم و عموم مردم انقلابی ارومیه و آذربایجان غربی تسلیت عرض می کنم. مجاهدت های مستمر و همه جانبه آن مرحوم در طول سالهای متمادی، چه در سنگرهای نظامی و چه در جایگاه رفیع امامت جمعه، چه در مقابل مهاجمان بعثی در دوران دفاع مقدس و چه در برابر ضد انقلاب مزدور داخلی، برگ‌های ماندگار و بی‌تکراری است از دفتر زندگی یک روحانی انقلابی و مبارز. سید علی خامنه‌ای، دوم خرداد 1397. این محمود احمدی نژادم که هر جا همه جا رنگ طلایی باید حضور داشته باشه، رئیس جمهور محبوب آقای امام خامنه ای، به دو تا آخوند جنجالی نظام مقدس نشان شجاعت و عدالت داده. یکیشون آیت الله گیلانی است، محمدی گیلانی، که نشان عدالت میگیره از دست رئیس جمهور وقت جناب آقای احمدی نژاد، همین گیلانی که براتون گفتم. یکی دیگرشون همین حجت الاسلام حسنی است که مدال شجاعت میگیره. هر دو به دلیل اینکه بچه‌هاشون رو کشتن.
ششم تیر 88 رئیس جمهور احمدی نژاد در مراسم اعطای نشان عدالت به آیت الله محمد محمدی گیلانی در مراسم اعطای این نشان گفت آیت الله گیلانی مدال افتخار بر سینه ملت ایران است. احمدی نژاد خاطر نشان کرد کسانی می توانند در مسیر درست حرکت کنند که در گام نخست عدالت را در مورد خودشان اجرا کنند و آیت الله گیلانی اجرای عدالت را از خودشان شروع کردند و اگر اقتدار، شجاعت و جسارت ایشان نبود شاید در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آن همه گروهک های ضد انقلاب ریشه‌کن نمی شدند. تو به سرش رو ادام کردی ولی یه سری حکومتی ها میگن خودش ادام نکرده. چهاردهم فروردین 90 احمدی نژاد در نشست امروز هیئت دولت نشان درجه یک شجاعت رو به حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اعطا کرد. حجت الاسلام حسنی از مدافعان نظام اسلامی در برابر جریانات منحرف سیاسی دهه اول انقلاب در منطقه آذربایجان بود که در اوائل انقلاب محل اقامت فرزندش رشید را که از اعضای فدایان خلق بود به کمیته انقلاب اسلامی اطلاع داد که در نهایت پسرش پس از محاکمه اعدام شد. سال گذشته هم مدیر کل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی ثبت معنوی نام حجت الاسلام حسنی در فهرست آثار معنوی را به عنوان یکی از میراث فرهنگی ایران خواستار شد. اینا من نمیدونم شاید مثلا بشه گذاشت به عنوان میراث فرهنگی اسلام ولی میراث فرهنگی ایران قطعاً هرگز هرچند جزء تاریخ ایران مریخ نمیدن که یکی دیگه از این جنایتکارا احمد جنتی است، دبیر مادام العمر شورای نگهبان که خون عمر کرده تو شیشه و همچنان در راست راست را میره. نزدیک انقلاب 57 منبر میرفت، از خمینی حمایت میکرد، میگیرنش میبرنش زندان، همه عمرش 3 ماه زندان بوده این برادر نوح. پسراش علی جنتی و حسین جنتی هر دو از فعالای جنبش مسلحانه قبل از انقلاب بودن. علی جنتی با محمد منتظری پسر آیت الله منتظری کار میکرد و بعد از انقلاب شد استاندار خوزستان، بعد خراسان، بعد شد رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی، بعد شد سفیر ایران در کویت. تو دولت احمدی نژاد هم تا سال 1389 بود که احمدی نژاد کنارش گذاشت. حسین جنتی با مجاهدین خلق بود، محسن مخملباف، یعنی دو برادر کاملا در مقابل هم دیگه. محسن مخملباف در نامه‌ای در پاییز 88 به مصطفی تاجزاده که گفته بود جنتی باید به دلیل تقلب در انتخابات سال 88 محاکمه بشه، من قسمتی از این نامه رو میخونم، قبلا هم چند سال پیش در این برنامه خوندم. نامه بسیار ارزنده است که مخمل باف نوشته به مصطفی تاجزاده. نوشت سال 1357 بود، هنوز چند ماه به انقلاب 22 بهمن مانده بود و ما در زندان، ما یعنی ما محسن مخمل باف، در زندان قصر بودیم. حسین جنتی پسر جنتی هم با ما بود، پسر احمد جنتی. یک روز که با حسین جنتی در حال قدم زدن بودم بلندگوی زندان نام مرا خواند و دوباره به کمیته مشترک محل شکنجه و بازجویی ها بود بازگردانده شدم. مرا به اتاق بازجویی بردن. وارد اتاق که شدم نگهبان چشم بد را از چشمم برداشت و روی صندلی نشستم. بازجویم عوض شده بود و این بار رسولی، بازجویی که قد کوتاهی داشت و از خشونت او در بازجویی ها بسیار بد میگفتن، روبرویم بود. سمت راست من درست روبروی میز بازجو مردی نحیف الجثه و با ریش بلند نشسته بود که دستهایش لرزه گرفته بود و نمیتوانست خودکار را در دست بگیرد. بعد از چند لحظه رسولی با اشاره به مرد نحیف و لرزانی که در حال لرزیدن بیوقفه بود پرسید، یعنی از من مخمل باف پرسید، اینو میشناسی؟ گفتم نمیشناسم. رسولی گفت این بابای حسین جنتی است که عصرها باهاش توی حیات زندان قدم میزنی.
این اولین بار بود که من آقای جنتی را می دیدم. ایشان هنوز آیت الله نبود و اسم و رسمی نداشت. رسولی به او رکیک‌ترین فحش‌ها را می داد و گفت تو که کتک نخورده لرزه گرفتی، برای چی رو منبر علیه شاه حرف می زنی؟ و آقای جنتی می لرزید و قسم آیه می خورد که غیر از روزه ابا عبدالله بالای منبر حرفی نزده و نخواهد زد. مدتی بعد که بازجویی های جدیدم تمام شد به قصر برگشتم و ماجرا را برای حسین جنتی گفتم. اشک او از کنار لبخند همیشگیش سرازیر شد و گفت پدرم را که دیدی جثه بسیار ضعیفی دارد و طاقت شکنجه ندارد. سالها بعد محسن مخملباف در حوزه هنری و آیت الله جنتی رو میبینه. سالها بعد، یعنی حسین جنتی کشته شده، پسر آیت الله جنتی، اون خاطره رو داشته باشین. سالها بعد مخملباف میگه من آیت الله جنتی رو تو حوزه هنری دیدم. ادامه خاطرات. هنگام نهار بود که آیت الله جنتی آمد، در حالی که دست پسر بچه کوچکی را گرفته بود. او سر سفره نشست اما لب به غذا نزد. مدیر حوزه هنری گفت ایشان روزه هستند. آقای جنتی نذر کرده بوده که اگر پسرش حسین جنتی که فراری است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود 40 روز روزه شکر بگیرد. دیروز اینو ادامه صحبت مدیر حوزه هنری است. دیروز حسین جنتی در اصفهان کشته شد و این روزه آیت الله جنتی برای شکرگزاری اوست و این پسر کوچک هم نوه اوست، یعنی پسر حسین جنتی. پسر حسین جنتی 18 ماهش بود که پدرش کشته میشه. اسمش محسن بود، بعد نمیدونم بهش میگفتن آصف و به گفته منابع حکومتی در سال 1375 درگذشت، یعنی در 16-17 سالگی. حکومت گفت او یک بسیجی فعال در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود که در حال انجام وظیفه در یک حادثه رانندگی کشته شد. بعد از سال 88 آیت الله جنتی بارها گفت که رهبران جنبش سبز باید در جا اعدام می شدن. تونتون این قسمت رو بگم، بگذاریم بریم سراغ بعدی. خانم نرگس موسوی، دختر میر حسین موسوی، به این حرفای جنتی و واکنش نشون داد و برای نشون دادن در واقع وحشیگری احمد جنتی، آیت الله جنتی، این برادر نو، تو صفحه اینستاگرامش، تو صفحه فیسبوکش نوشت. دختر میر حسین نوشت گفتنی های زیادی هست از زمانی که از قضای روزگار همسایه دیوار به دیوار این مرد کهنسال یعنی احمد جنتی بودیم و شاهد شکنجه نوه خردسالش، همان کودکی که پدر مادر مجاهد خلقش در درگیری های کشته شده بودند. نمونه بارز کودک آزاری ایشان هنوز گوش من خود است از فریادهای نوه اسیر در دست پدر بزرگ. من که آن زمان خود خردسال بودم و وحشت زده از فریادهای آن نوه یتیم که زیر شیلنگ و سیخ داغ توسط پدر بزرگ و مادر بزرگ کتک میخورد و شکنجه میشد. اشاره دختر میر حسین موسوی به همون محسن یا آصف جنتی، فرزند حسین جنتی است که بعد از کشته شدن پدرش، عرض کردم، از 18 ماهگی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش، یعنی همین هست آیت الله جنتی و زنش بود و بعد بله یکی دیگر رو اجازه بدین در واقع صحبت کنیم. یکی دیگر از آقایون، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین مسئول اطلاعات سپاه و عضو اصلی حلقه نخست عملیات تروریستی جمهوری اسلامی. جای پای محسن رضایی تو عملیات آمیا در آرژانتین انقدر آشکار بود که دادستانی آرژانتین براش حکم تعقیب صادر کرد. دو تا پسر داره، داشت، کوچیکتر علی که آقازاده است و میخواست شهردار کرج بشه و اینا، و پسر بزرگ احمد که متولد 1355 بود،
از اول همراه باباش احمد توی میبینین عکس گاه بود. بعد از قتل‌های پاییز 77 احمد رضایی میره آمریکا، پناهنده میشه، اون موقع 22 سالشه. همون موقع صدای آمریکا باهاش مصاحبه میکنه، یک کش گوش بدین. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خود ایشون بوده و دستور خود ایشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدمای کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روز اتفاقی هم براشون بیفته خودشونو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. تو همون مصاحبه احمد رضایی میگه که الان جوانای مملکت از نظام که هیچ، از دینم برگشتن. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوان‌ها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی ها اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر، به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوان‌ها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشند، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. و مردم ایران من مطمئنم که موفق خواهند بود. 7 سال بعد از این مصاحبه احمد رضایی، سال 84 احمد برمیگرده ایران، پدرش به رسانه ها میگه که مشکل احمد حل شده، داره زندگی عادیشو میکنه، بعد برش میداری میبرتش حج. میش کدوم این القاعات پدر 88 احمد برمیگرده آمریکا، با یک تبعی آمریکایی ازدواج میکنه تا 22 آبان 90 که تو اتاق شماره 23 طبقه 18 هتل گلوریای دبی به قتل میرسه، جسدش رو در واقع اون پیدا میکنن که میگن 3 روز قبلش به قتل رسیده. نمیدونم، رسانه های جمهوری اسلامی میگن خودکشی کرد. یک سال بعد از قتل 17 آبان 91 رسانه های جمهوری اسلامی از وبسایت محسن رضایی نوشتند حرفای مثلا بازپرس پرونده قتل احمد رضایی در تهران. بازپرس ویژه قتل تهران در پاسخ به این سوال که چه انگیزه‌ای میتوانسته باعث قتل احمد رضایی شود، گفت به نظر میرسد بر اساس یافته‌های ما این فرد دارای اطلاعات کلیدی از برخی از موارد در خارج از کشور بوده که هر 3 عامل قتل وی از انتشارات این اطلاعات باعث شده تا رضایی را از سر راه بردارند. بر اساس یافته های ما رد پای سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در این پرونده به چشم میخورد. بزنین سریع تو این وقت باقی مانده آخرین نمونه از این جنایت هایی که امشب گزارش میکنم و خدمتون عرض کنم، مربوط به قتل محمد روحانی، پسر رئیس جمهور تدبیر و امید. پسر حجت الاسلام روحانی در دهه 70 در خانه و به وسیله اسلحه خاص درگذشت و حرف و حدیث ها و سوالات مهمی پس از آن درباره قاتل و مقتول بروز کرد. نامزدهای رقیب حجت الاسلام روحانی جزئیاتی در این باره می دانند، اما در مناظره به احترام رئیس جمهور حتی کلمه ای بر لب جاری نکردند. انتخابات ریاست جمهوری 92. این اسلحه خاص اسلحه کناری خود حسن روحانی بوده. حسین موسویان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت اصلاحات و از نزدیکان حسن روحانی در گفتگوی با نشریه تایم مدعی شد که یکی از پسران رئیس جمهور به قتل رسیده. قتل سیاسی که هرگز قاتل آن پرونده مشخص نشد.
بر اساس این گزارش موسویان خبر داده که فرزند بزرگ روحانی یعنی محمد در آستانه ورود به 20 سالگی در منزل شخصی روحانی به قتل رسید. این عکس رو میبینیم، اون پسر کوچیکه که لباس سبز پوشیده، دو تا دستش رو به چونش رو دهنش گذاشته، او محمد روحانی است که کشته شده. به گفته حسین موسویان، منزل روحانی آن زمان در پایگاه نظامی در جنوب تهران بود. عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت خانواده روحانی قتل فرزند خود را سیاسی توصیف می کنند. حسن روحانی سالها درباره این قتل تحقیق کرد، اما در نهایت تصمیم گرفت که دست از پیگیری بردارد و سکوت کند. دفن فرزند روحانی در آرامگاه آیت الله خمینی هم مورد اعتراض اصولگرایان قرار گرفت. به گفته آنها فرزند روحانی اگر خودکشی کرده، با خودکشی دست به گناه کبیره زده و روحانی با استفاده از ضوابط روابط خاص فرزند خود را در صحنه غربی آرامگاه آیت الله خمینی دفن کرده، که روشنه که قطعا تو خودشون گفتن خودکشی نکرده، این کشته شده و فلان فلان. آذر ماه سال 92 اکبر جباری با جناق غلام حسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد در صفحه فیسبوک خود با اشاره به حسن روحانی و مرگ فرزند او نوشت که دست روحانی به خون فرزندش آلوده است. زمان مرگ فرزند روحانی بر اساس تمام تاریخ‌های اعلام شده برمی‌گردد به دوران وزارت علی فلاحیان در وزارت اطلاعات، دوره‌ای که بعدها و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مشخص شد قتل‌های سیاسی مخالفان در آن رخ داده است. بسه، بریم پرده آخر. یکی از مشکلات بزرگ جوانای ما الان همین چشترانیه و خب سبب میشه که ازدواج ها تأخیر میفته، مشکل پسند میشن و مسائل دیگری که الان جای صحبتش نیست. به هر حال چشترانی نکنید، دستاتون هم حفظ کنید که گناه باش نکنید. شب و روزگار خوش.